انتخابات ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران دوباره این سیرکی که هر چند وقت درست میکنن دوباره شروع شده و خب اصلا مشخصه از همین چند شش نفری که خود خامنه ای و مجلس, خبر. مجلس خبرگان قبول کردن واقعا خودشون یه مش قاتل و واقعا کسایی که بعد تو زندان باشن نه ریاست جمهوری کشور رو داشته باشن از جمله مثلا رئیسی که جزو کمیسیون مرگ بودش از جمله نمیدونم قالیباف که رهبره نمیدونم همین پاسدارانه واقعا که کلی نقص حقوق انسان انجام داده یه مش قاتل آوردن گفتن ما این شش تا قاتل رو قبول داریم دقیقا و نگاه کنید رو هد هد سابقه هر کدومش نگاه می‌داری نگاه می‌کنی می‌بینی که بخشی از این سیستم سرکوب هستن و حتی کسایی هم که بخشی از این سیستم سرکوب هستن اونا هم اجازه نمیدن آقای محمود احمدی احمد نژاد اجازه نمیدم تو شرکت بکنی بخاطر اختلاف نظر با رهبری جمهوری اسلامی داره و این صحبت از انتخابات کردن واقعا جوهر حتی کلمه رو فاسد میکنه تو جامعه انسانیت رو فاسد میکنه تو جامعه میان فرض کن میگن خب همه برن ثبت نام کنن آخه ثبت نام چه ربطی به انتخابات داره تو جمهوری اسلامی یه سیک درست کردن که بگن که ظاهر آزادی بدن حتی خود بگن مثلا 1600 نفر ثبت نام کردن, نام کردن. خب حتی خودشون میرن میکروفون میزنن تمام این آدمای که حرفای بی خودم میزنن رو میرن نشون میدن که بگن نگاه کن حتی جامعه ما انقدر آزاده که این روانی هم که اومدی گیر میگی که ما... من بیکار بودم آدم اینجا جز... خواب کردم یا با اه، کارای اه، با نظرهای عجیب غریب اونجا صحبت کنن اینا هم تبلیغ میکنن که یک تصویری رو بدن که انتخابات تو جامعه تحت جمهوری اسلامی آزادی داره در واقع کار جمهوری اسلامی و تاریخش اینه که مفهوم انتخاب تو جامعه رو کاملا فاسد کرده از بین برده چنین چیزی وجود نداره مثل هر مفهومی دیگه توی به جمهوری اسلامی نگاه کنید صحبت از حقوق بشر کردن صحبت از حقوق بشر اسلامی میکنن با تعریف اینطوری و در واقع اون جوهر جهان شمول واقعیت رو وارونه میکنن و فاسد میکنن. میکنن. و خب یه واقعیت دیگه می اینه که وقتی که صحبت از انتخابات میشه بالاخره انتخابات یه معنی داره یعنی باید اولا توی جامعه که دیکتاتوری هست یا جامعه که اسلامی هست مذهبی هست این انتخابات غیر قابل امکان ممکن نیست یا مثلا تو جامعه که که آزاد نیست تو جامعه که احزاب سیاسی آزاد نیستن تو جامعه که فقط کسایی که نظام و قبول دارن و اسلام و قبول دارن و جمهوری اسلامی قبول دارن این نشد انتخابات یعنی واقعا یه سیرک بیشتر نیست ولی یک به عنوان یه چیز مثلا دموکراتیک خیلی اوقات داره ارزه میکنن. دقیقا, دقیقا. یه نکته‌ای که به نظرم مهمه اینه که فساد جامعه از همینجا شروع میشه جامعه من منظورم اینه که جمهوری اسلامی میخواد تمام جامعه رو فاسد بکنه کسایی که میرن رأی میدن میگن حد میزنن یا فکر میکنن یا صحبت از میکنن که میتونه تفاوتی باشه بین روحانی رئیسی قالیباف و باقی کاندیداها باید مسئولیت نتیجه جمهوری اسلامی رو به عهده بگیرن نمیتونن برن امروز رأی بدن بگن ما میخوام بریم انتخابات کنیم بیاریم بیاریم بعد وقتی انتخابشون کردن نتیجه جمهوری اسلامی که نقض حقوق بشر فساد جامعه ندادن در واقع پایین ترین حقوق زندگی مردم رو محدود کردن و تمام فساد و کارهایی رو که دیگر که همش بهش اعتراض کنن و مسئولیت اونم به قبول بگیرن بگیرن. مثلا همین که مثلا بین نمیدونم محافظ کاران و دو خوردادی ها همیشه صحبت از این است که خب فرق داره بهتره بریم برای دو خوردادی ها برای اون به اونا رای بدیم به خاطر اینکه بهترن از محافظ کاران برای مثال خب این همین فرق اصلا واقعی نیست چون وقتی نگاه میکنیم میبینیم که تحت دوی خوردادی ها نقض حقوق بشر ادامه پیدا میکنه اتفاقا خود خامنه ای کسایی که رفورمیست هستن دوی خوردادی رو قبول کرده که اصلا بتونن توی ریاست جمهوری توی انتخابات شرکت کنن یعنی میشه دید که واقعا بیشتر از بازی نیست بازی همون فسادی که میگین صورت میگیره تو همین فرق بین این دو جناه هم داره خودش رو نشون میده و واقعیتش که انتخاب واقعی وجود نداره برای مردم ایران یعنی راه حل اینه که نباید در این مذهک شرکت کرد نباید هیچ نوع حقانیتی به جمهوری اسلامی بخشید دقیقا و من واقعا اگه آدم احساس میکرد که تفاوت به وجود میاره یه زندگی بهتری رو حتی یه کوچولو هم زندگی مردم رو بهتر میکنه و محق بودن که آدما بیان صحبت بکنن مم. بگن که خب نگاه کنین این تفاوتی داره این کارم بکنیم حقیقتش اینه که در جمهوری اسلامی تاریخ نه تقریبا 40 سالش نشون داده هیچ کمکی به زندگی و بهبود زندگی مردم ایران نتونستن بکنن و نمیکنن سیستمش بر مبنای این تعیین نشده و واقعا با شرکت کردن در انتخابات کمک میشه به ادامه این وضعیت یه موقع میرسه که آدما باید بگن که خب نگاه کنین این امکان ناپذیره تحت این رژیم و آدما اگه شرکت نکنن مردم شرکت نکنن و این حق این در واقع این شانس تبلیغاتی جمهوری اسلامی و جنرات فاشیستی که حکومت ای ایران هستن رو ازشون بگیرن و فشار روی فشار جامعه واقعا میشنن. وقتی آدم فکر میکنه که یعنی رأی به یه رژیمی که واقعا بهترین عزیزانمون رو زندانی کرده زندانی سیاسی که تو ایران هستن از آتنا دائمی گرفته تا ام، ام، نمیدونم ام، باقر نمازی تا نازنین زقاری رتلیف تا 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 و و و وقتی نگاه میکنیم که انقدر آدما دارن اعدام میشن زندانی سیاسی هستن حق و حقوق مردم وجود نداره یه حکومتی که ضد زنه ضد کودک ضد کارگره یعنی وقتی این واقعیت آدم میدونه چجوری آدم میتونه بره بهشون رأی بده اصلا می‌دونی و بهشون حقانیت بده واقعا به نظرم واقعا کار نا. عجیب غریبی این کار آدم بره برای کسی که سرکوبش میکنه رأی بده ما پیشنهاد میکنیم که در این انتخابات کسی شرکت نکنه کاملا بایکوت بکنن و از این فرصت استفاده کنن نشون بدن که جمهوری اسلامی چقدر فاسده چقدر غیر مردمیه انسانیه. و چقدر تمام مفهوما توی مفاهیم تو جامعه رو فاسد کرده و با ادامش کل جامعه رو فاسد میکنه.